به رمزگشایی از محکومیت بهائیان. آیا ممکنه توضیح بفرمایید که معنای رمزآمیزی در این محکومیت چه هست؟ هدف یعنی برداشت شما چیه؟ بله، حتما. مختصر خیلی عرض میکنم. ما مشاهده میکنیم سه اتهام اساسی رو همطور که عرض کردم، از جمله تهدید بودن بهائیان برای امنیت ملی، توهین اونها علیه مقدسات اسلامی و همینطور جاسوسی برای اسرائیل. بله. اگر که توجه بکنیم مشاهده میکنیم هر کدام از این محکومیت ها نشانه این هستند که نظام حاکم بر ایران احساس تهدید شدن در کدام یک از ابعاد هویتی خود میکند. وقتی میگویند بهائیان تهدیدند برای امنیت ملی، در واقع بعد ملی هویت رو در نظر میگیرند. وقتی میگویند بهائیان توهین میکنند به عقاید اسلامی، که مطلقاً هیچ گونه شواهدی و هیچ کدام از اینها وجود نداشته است، البته در واقع نشان میدهند که بعد دینی هویت دولت دچار بحران هست. و همینطور وقتی که بهائیان رو به جاسوسی برای اسرائیل متهم میکنند، بعد سیاسی مشروعیت نظام رو در خطر میبینند و از طرفی بهائیان رو مرتبط میکنند مثلا به اسرائیل، به جهت اینکه از کشور اسرائیل در ذهن مردم ایران هیچ تصویر مثبتی وجود نداره و لذا وقتی که هویت بهائیان رو به غلط و به ناروا مرتبط میکنن با هویت اسرائیل، از این طریق در واقع میخوان تأثیر بگذارن به بعد روانی مردم ایران، به بعد روانی اجتماعی در واقع هویت مردم ایران و از این طریق بهائیان رو هم مورد بدبینی و تنفر ملت قرار بدن. من اینجا مایلم یک نکته رو عرض بکنم و اون این که پیام‌آور آیین بهائی به تلاش دولت حاکمه وقت در زمان قاجاریان و با سعایت امپراتوری عثمانی به خاک اسرائیل، که اون زمان هم اسرائیل البته نبوده است، تبعید شدن. و من میخوام این نکته رو عرض بکنم، اگر ما رجوع بکنیم به آیات قرآن مجید هم مشاهده میکنیم که خداوند در قرآن به کوه زیتا، کوه تینا و منطقه صهیون، بله، که در خاک اسرائیل فعلی هست و همینطور طور سینا که باز هم در منطقه اسرائیل فعلی هست و بلد امین مکه قسم یاد می کند و همه اینها رو در کنار یکدیگر قرار می دهد. آیا با استناد به همون آیات قرآن کریم بجاست و رواست که اسلام و یا معتقدین مسلمان رو بخواهیم محکوم بکنیم به این که اساساً در قرآن مجید پایه توجه به اسرائیل و منطقه صهیون گذاشته شده؟ خیلی ممنون که این توضیحات رو دادید و فکر میکنم این نکته‌ای رو که شما اشاره بهش کردید اگر هر کسی به دید انصاف بهش بنگره و در موردش تفکر بکنه به جواب درست و به حقیقت حتما میرسه. شما در برنامه پیش اشاره فرموده بودید که حتی بهائیان شفاعت میکنند از اونهایی که بهشون ظلم کردند. خواستن که توضیحاتی بفرمایید و مثالی رو بیارید که در چه زمانی و در چه موقعیتی این چنین شده. مختصرا عرض میکنم مطلبی که بنده پیشتر به اون اشاره کردم، قتل یکی از افراد بهائی به نام حاجی محمد رضای اصفهانی در همون زمان در واقع ابتدای ظهور آیین بهائی، که ایشان یکی از کسانی بودند که در جامعه مسلمان ایران زندگی می‌کردند، اهل خراسان بودند و مدتی هم در جامعه‌ای که اکثریت اونها مسلمان بودند در اشقاباد زندگی می‌کردند و به خدماتی هم به جامعه مسلمان در اونجا مشغول بودند و ایشان وقتی که از طرف متعصبین مسلمان در اونجا به قتل میرسند، برای اولین بار بوده است که دادگاه‌های در واقع دولتی نظام حاکم در اون زمان به نفع بهائیان رأی میدهند، یعنی میپذیرند که اون چی که رخ داده است ظلمی بیش نبوده است علیه این شخص بهائی، لذا حکم رو به نفع بهائیان میدهند و حکم به در واقع اعدام برای اون گروهی که این فرد رو به قتل رسانده بودن صادر می کنن
و وقتی که چنین می شود خانواده اون افراد به نزد جامعه بهایی می روند و خواهش می کنند که به ویژه مادر و پدر اون اشخاص و خواهش می کنند که بهایان کاری بکنند و بهایان در این مرحله است که به گفتگو می نشینند و تصمیم بر این می گیرند که در نزد دولت وقت شفاعت بکنند که در واقع قاتلین اونها رو به قتل نرسانند و لذا تمام در واقع مسئولین دولتی به شگفتی می افتند و حکم رو هم تخفیف می دهند به حبس ابد اون افراد و به نفی و تبعید اونها و این مسئله شفاعت بهایان مدت ها همواره ذکر می شده است که این گروهی که چنین مورد ظلم و ستم شما قرار گرفتن چطور است که اکنون به شفاعت شما نزد دولتی می پردازن که رای به در واقع نفع آنها داده است. بیانی هست از پیام‌آور آیین بهایی که ایشان به نام بهاءالله در نزد بهایان شناخته شدند. ایشان در یکی از نوشته‌های خود که به نام لوح دنیا معروف هست ذکر می‌کنند که این مظلوم در لیالی و ایام به شکر و حمد مالک انام مشغول چه که مشاهده شد نصایح و مواعظ تأثیر نموده و اخلاق و اطوار این حزب به درجه قبول فائز چه که ظاهر شد آنچه که سبب روشنی چشم عالم است و آن شفاعت دوستان از دشمنان در نزد امرا بوده. کردار نیک گواه راستی گفتار است. امید آنکه اخیار به روشنی کردار گیتی را روشن نمایند. و این مطلب وقتی که به اطلاع ایشان میرسد ایشان در واقع بسیار خرسند و خوشنود میشوند که اونگونه که پیروان خود را نصیحت کرده اند به عمل حتی در قبال دشمنان خود پردازند. خیلی ممنون خانم ریاضتی از توضیحاتی که فرمودید. جدن نکاتی رو که شما ارائه دادید امروز و توضیح دادید مطمئن هستم که اگر ما در نظر بگیریم کلن همه انسان ها در نظر بگیرن و تمام نظام ها در نظر داشته باشند میتونیم تضمین بکنیم که فردای بهتری رو داشته باشیم برای همه مردم دنیا و به خصوص برای ملت عزیز ایران. خیلی ممنون از اینکه با ما همراه بودید خانم ریاضتی. سپاسگزارم از دعوت شما، همینطور مجدداً از تشکر و ادب دارم خدمت تمامی بینندگان و شنوندگانی که این برنامه رو مورد توجه و نظر عنایت خودشون قرار دادن. خواهش میکنم. دوستان عزیز اگر شما پرسش های دیگری رو دارید حتما با ما در تماس باشید و اینجا مایل هستم از دوستانی که تلفنی با ما تماس میگیرن و پیغامشون رو روی پیغامگیر برای ما میذارن اگر مایل هستید که ما برگردیم و با شما تماس بگیریم حتما لطف کنید شماره تلفنتون رو در پیغام ذکر بکنید. با امید فردایی بهتر برای همه شما عزیزان شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.